تجاوز جنسی دختران بر یک راننده بس. با پرستو تیوی باشید. قبل از این همواره خبر تجاوزهای جنسی مردان بزرگسال بر دختران خردسال و همچنین تجاوز جنسی مردان بر پسران را خوانده و شنیده ایم. چه بسا که در سالهای پسین در افغانستان تجاوز جنسی یکی از رفتارهای غیر اخلاقی و غیر انسانی شایع در میان مردان بوده و هست. و همچنین گزارش های زیادی هم در مورد تجاوز استادان بر شاگردان خود در مکاتب و دانشگاه ها دیده و شنیده شده است. و همچنین خبرهای زیادی از تجاوز ملاهای مسجد بالای دختران خواندیم و آخرین مورد تجاوز جنسی بالای زنان و دختران که بسیار هم خبرساز و رسانه‌ای شده بود، خبر تجاوز جنسی ملا لندای هست در ولایت فاریاب بالای زنانی که نزد او برای گرفتن تعویض مراجعه می‌کردند بوده است. و همچنین خبر تجاوز کرام‌الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان بالای اعضای دختر این فدراسیون بود که افتضاح آن نیز رسانه‌ای شد. اما اینک در تازه ترین مورد خبر تجاوز جنسی گروه 5 نفری دختران بالای یک مرد در ولسوالی پغمان خبر بی سابقه است که می شنویم. منبعی که نخواست از نامش ذکر شود می گوید که به تاریخ 15 فوریه روز جمعه در ولسوالی پغمان ولایت کابل 5 دختر بالای راننده موتر بس حمله و بر او تجاوز جنسی کردند. این راننده بسیار با مشکل خود را از چنگ این دختران نجات داده و فرار کرده است. در همین حال پلیس پغمان با تایید این خبر گفته است که این 5 دختر سر، دست و نیمی از بدن راننده را زیر سیت موتر قرار داد و هر یک به نوبه خود بر او تجاوز نمودند. چنانچه یادآور شدیم این نخستین تجاوز جنسی گروهی از زنان بر یک مرد است که در افغانستان به ثبت می‌رسد. گفتنی است که قبل از این در 16 ماه می 2018 میلادی در ایالت آریزونای ایالات متحده آمریکا یک دانشجوی مسلمان با پلیس این ایالت مراجعه و شکایتی را درج کرده بود که توسط 5 دختر برهنه بر وی تجاوز شده است. این دانشجو اسام‌الشر رعبی نام داشت و از شهروندان کشور یمن بوده است. گروه تجاوز کننده دخترانی بودند که در دانشکده با او درس می‌خواندند و با هماهنگی همدیگرشان وارد خانه این شخص می‌شوند و بعد از قفل کردن درب خانه‌اش بالای وی تجاوز کردند. ممنون از اینکه با ویدیو امروزی پرستو تیوی همراه بودید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.